به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یکی از معلمان با استفاده از کتاب مقدس به شما تعلیم خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب میگوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. مجموعه سوم از تعالیم ششگانه در مورد دعای مردم کتاب مقدس است. ما از پیروان مختلف خدای زنده دعا یاد خواهیم گرفت و عناوین آنها عبارتند از دعاهای مزامیر، دعاهای انبیا در کتاب مقدس و دعاهای حاکمان در کتاب مقدس. هر عنوان دارای دو بخش خواهد بود. امروز یاد خواهیم گرفت که یک شاگرد با استفاده از دعای حاکمان در کتاب مقدس دعا می کند. قسمت دوم. در سر تا سر تاریخ دنیا مسیحیانی وجود داشتند که رهبران سیاسی بودند. آنها در هنگام انجام مسئولیتشان به عنوان رهبر مردم اغلب دعا می کردند و در انجام وظایفشان از خدا طلب حکمت، قوت و دلیری می کردند. آنها نزد خدا برای مردم دعا می کردند تا به خدا توکل و از او اطاعت کنند. آنها دعا می کردند تا عدالت در کشورشان حکم فرما شود. در قسمت دوم ما دعاهای یهوشافات، حزقیا، منسی، دانیال، نحمیا را بررسی می کنیم. نکته 5. دعای یهوشافات پادشاه. یهوشافات بیش از 2850 سال قبل زندگی می کرد و پادشاه یهودا بود. به جای جنگ کردن برای دخالت خدا دعا کنید. در دوم تواریخ فصل 20 می خوانیم که لشکر موآبی ها و امونی ها آمده بودند تا با یهودا بجنگند. یهوشافات مضطرب گردیده و تصمیم گرفت از خدا کمک بخواهد. او روزه ملی اعلام کرد و تمام قوم از سر تا سر یهودا به اورشلیم آمدند تا از خدا کمک بخواهند. یهوشافات پادشاه دعا کرد و گفت ای یهوه، آیا تو بر جمیع ممالک امتها سلطنت نمی نمایی و در دست تو قوت و جبروت است و کسی نیست که با تو مقاومت تواند نمود؟ ای خداوند، اما آیا تو بر ایشان حکم نخواهی کرد؟ زیرا که ما را به مقابل این گروه عظیمی که بر ما می آیند هیچ قوتی نیست و ما نمی دانیم چه بکنیم، اما چشمان ما به سوی تو است. خدا دعای پادشاه را جواب داد و گفت از این گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداوند است. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید، بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده نمایید. روز بعد لشکر آنان حرکت کرد تا در مقابل موآبیان و امونیان اردو بزند. مردم پیشاپیش آنها حرکت کرده سرود می‌خواندند و خدا را می‌پرستیدند. در حالی که سرود می‌خواندند و خدا را پرستش می‌کردند، خداوند بر ارتش موآب و امون هجوم آورد و ارتش موآب و امون یکدیگر را هلاک کردند. دو لشکر عظیم یکدیگر را کشتند و حتی یک نفر از سربازان نتوانست فرار کند. سپس ترس خداوند بر جمیع ممالک کشورها مستولی شد، چون که شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل
جنگ کرده است. کاربرد: در جنگی که ما بین دو کشور رخ می‌دهد، معمولاً هر دو طرف تخریب می‌شوند. اما رهبر یک کشور می‌تواند به جای جنگ دعا کند. خدا حاکم مقتدر جهان است. او می‌تواند دخالت کند و بدون هیچ جنگی شرایط را در جهت دعای رهبر آن کشور تغییر دهد. نکته 6، دعای حزقیای پادشاه. حزقیا بیش از 2700 سال قبل زندگی کرد. او یکی دیگر از پادشاهان یهودا بود. اول، به جای به راه انداختن جنگ دعا کنید خدا دخالت کند. در دوم پادشاهان فصل 19 می‌خوانیم که آشوری‌ها در آن زمان از تاریخ قوی ترین قوم بودند و قلمروی خود را با جنگ گسترش داده و به اورشلیم نیز آمدند. پادشاه آشور سنخاریب نامه‌ای به حزقیا فرستاد تا به او بگوید که چطور آشوری‌ها سایر اقوام را کاملاً نابود ساخته و بت‌های آنها را سوزانده بود. او به این افتخار می کرد که هیچ خدایی نتوانسته جلوی او را بگیرد و به یهودا هم هشدار داد تا تسلیم شود. حزقیای پادشاه به معبد رفت و نامه را به حضور خداوند پند کرد. او دعا کرد و چنین گفت: خداوند، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی. گوش خود را فرا گرفته بشنو ای خداوند. چشمان خود را گشوده ببین و سخنان سنخاریب را که به جهت اهانت نمودن خدای حی فرستاده است استماع نما. ما را از دست او رهایی ده تا جمیع ممالک جهان بدانند که تو تنها ای یهوه خدا هستی. خدا از طریق اشعیای نبی پاسخی برای او فرستاد. خدا گفت که دعای حزقیا را شنیده و می داند که سنخاریب مغرورانه بر علیه خدا چه گفته و به او اهانت کرده است. او وعده داد که سنخاریب با اورشلیم نخواهد جنگید، بلکه خدا او را مجبور به بازگشت به کشورش خواهد کرد. خدا گفت این شهر را حمایت کرده و به خاطر خود او را نجات خواهم داد. همان شب خدا فرشته خود را فرستاد و همان یک فرشته 185 هزار سرباز لشکر آشور را کشت. سنخاریب بلا فاصله به خانه بازگشت و پسرش او را در کشور خودش کشت. کاربرد: رهبران کشورها و پادشاهان مواظب باشید. اگر بر علیه کشوری می جنگید که مردمانش نزد خدای زنده دعا می کنند، پس خدای زنده بر علیه شما خواهد جنگید. دوم، برای نیازهای شخصیتان دعا کنید. در دوم پادشاهان فصل 20 می خوانیم که حزقیای پادشاه در حال مرگ بود. اشعیای نبی نزد او آمد و گفت: خداوند چنین می گوید، تدارک خانه خود را ببین، زیرا که می‌میری و زنده نخواهی ماند. حزقیا روی خود را به سوی دیوار برگردانید و دعا کرد: ای خداوند، مسئلت این که به یاد آوری که چگونه به حضور تو به امانت و به دل کامل سلوک نمودم و آنچه در نظر تو پسندیده بوده است به جا آوردم. خدا دعای حزقیا را جواب داد، حتی قبل از اینکه اشعیا آنجا را ترک کند. اشعیا به طرف حزقیا بازگشت و پاسخ خداوند را به او چنین گفت: دعای تو را شنیدم و اشک‌های تو را دیدم. اینک تو را شفا خواهم داد و بر روزهای تو 15 سال خواهم افزود. خدا حتی به نشانه تضمین این اتفاق در آینده نشانه خاصی به او داد تا ایمان او را به کلام خدا تقویت بخشد. خدا اجازه داد که سایه از درجه‌ای که پایین تر رفته بود 10 درجه برگشت کند. کاربرد: ممکن است رهبران کشورها برای نیازهای شخصی خود دعا کنند. خدا نه فقط با کشورها بلکه با تک تک افراد من جمله رهبران کشورها کار دارد. زندگی هر رهبر در دستان خداست و او می تواند زندگی او را کوتاه‌تر یا طولانی تر کند. نکته 7، دعای منسی پادشاه. منسی بیش از
2650 سال قبل زندگی می کرد. او یکی از پادشاهان شریر یهودا بود. دعا کنید و خود را در حضور خدای زنده فروتن سازید. در دوم تواریخ فصل 33 می خوانیم که منسی پادشاه فقط کارهایی را انجام می داد که در نظر خدا شرارت بود. او اعمال نفرت انگیز قومهای همسایه اسرائیل را پیروی می کرد. بت‌ها و مذبح‌هایی برای آنها ساخت و حتی آنها را در معبد خدای زنده قرار داد. او بت‌های باروری به نام بعل و همینطور لشکر درخشان آسمان را پرستش می کرد. او حتی پسرانش را برای بت‌ها با آتش قربانی می کرد. او در کارهایی مانند جادوگری و فالگیری شرکت داشت و با احضار کنندگان ارواح مشورت می کرد. منسی پادشاه تمام مردم کشورش را به انحراف کشید، طوری که آنها حتی از قومهای شریری که خدا در مقابل اسرائیل نابود ساخته بود شریرتر بودند. خدا با منسی و قومش سخن گفت، اما آنها توجهی نکردند. بالاخره خدا آنها را با مصیبتی مواجه ساخت. آشوری‌ها با آنها حمله کردند. آنها منسی را به زندان انداختند. قلابی به بینیش انداختند. با زنجیر او را بستند و به بابل بردند. فقط بعد از وقوع مصیبت بود که منسی در حضور خدا دعا کرد. او خود را در مقابل خدا فروتن ساخت و خدا دعایش را شنید. خدا او را به اورشلیم بازگرداند تا پادشاه آنجا باشد. پس منسی پادشاه فهمید که خداوند خدا است. او زندگی شخصیش را تغییر داد و کشورش را احیا نمود. او بت‌پرستی را نابود کرد که خودش قبلاً آن را ترویج می داد و قومش را هدایت کرد تا خدای زنده کتاب مقدس را خدمت کنند. کاربرد: وقتی رهبر یک کشور شریرانه زندگی می کند، خدا او را مجازات خواهد کرد. اما اگر این شخص به سوی خدا بازگشت کند، خود را در حضور او فروتن و گناهانش را اعتراف کند، خدا می تواند او را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشد. خدا از هیچ کس ناامید نمی شود. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. شنونده عزیز، اگر زندگی گناه آلودی داشته اید، شروع کنید به دعا کردن تا خدا شما را نجات دهد و شما را احیا کند تا زندگی عادلانه ای داشته باشید. نکته 8. دعای دانیال والی. دانیال بیش از 2600 سال قبل زندگی کرد. او از یک خانواده اشرافی یا برجسته یهودا بود که توسط نبوکدنصر قدرتمند به بابل فرستاده شد. بعد از آموزش در بابل، دانیال یکی از مردان حکیم نبوکدنصر شد. اول، دعا کنید که خدا پیغام خود را بر حاکمان کشور شما آشکار سازد. در دانیال فصل 2 می‌خوانیم که خدا از طریق خواب پیغامی به نبوکدنصر می‌دهد. پادشاه می‌دانست که فالگیران و ستاره شناسان او وانمود می‌کنند که آینده را می‌دانند و قبل از اینکه خواب او را تفسیر کنند، می‌خواهند پادشاه خوابش را برای آنها تعریف کند. اما چه کسی می‌توانست بداند که تفسیر ستاره شناسان او درست خواهد بود یا خیر؟ اگر آنها واقعا می توانند خوابها را تفسیر کنند، پس باید بتوانند بگویند که او چه خوابی دیده است. پس پادشاه زیرک از ستاره شناسان خواست که علاوه بر تفسیر، خواب او را نیز تعریف کنند. نه هیچ کدام از ستاره شناسان و نه جادوگران و نه فالگیران نتوانستند چنین کنند. پس پادشاه تصمیم گرفت که تمام این حقبازان را به مرگ بسپارد. دانیال می‌خواست زندگی انسان‌های بیگناه را نجات دهد. پس او و سه دوستش به حضور خدای زنده کتاب مقدس دعا کردند و از خدا خواستند که راز خواب پادشاه را بر آنها آشکار سازد. آن شب خدا راز آن خواب و تفسیرش را برای دانیال آشکار کرد. بعد از اینکه دانیال خواب و تفسیرش را برای نبوکدنصر گفت، نبوکدنصر به روی خود افتاد و گفت، به درستی که خدای شما
خدای خدایان و خداوند پادشاهان و کاشف اسرار است. کاربرد: خدا می تواند با دعا پیغامش را برای مردم آشکار کند. با دعا خدا ذهن روحانی قومش را باز می کند به طوری که آنچه او می گوید بتوانند درک کنند. دوم: هر روز در حضور خدا دعا کنید. بعدها دانیال به عنوان یکی از سه وزیر قدرتمند امپراتوری بابل منصوب شد. در دانیال فصل 6 آیه 10 می خوانیم که دانیال سه بار در روز به بالاخانه می رفت، زانو زده و دعا می کرد و شکرگزاری می نمود. درست همانند همیشه، دانیال یکی از قوی ترین مردان امپراتوری بابل بود، ولی با این حال می دانست فقط در صورتی می تواند حاکم خوبی باشد که در حضور خدای زنده دعا کند. کاربرد: کتاب مقدس می گوید بینش و حکمت فقط از سوی خدا می آید. رهبران کشورهای مختلف احتیاج به چنین بینش و حکمتی دارند تا بر قومشان به خوبی حکومت کنند. شنونده ی عزیز، اگر شما یکی از رهبران کشورتان هستید، نمونه دانیال را دنبال کنید. هر روز در حضور خدای زنده دعا کنید که خودش را از طریق انبیای کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کند. سوم، بعد از اینکه کتاب مقدس را می‌خوانید، دعا کنید. در دانیال فصل 9 می‌خوانیم که دانیال در کتاب مقدس خواند خدا در مدت 70 سال گناهان اسرائیل را داوری خواهد کرد. دانیال با این حقیقت کتاب مقدس عمیقاً تکان خورد و گناهان قوم خود اسرائیل را اعتراف نمود. او گفت ما گناه و عصیان و شرارت ورزیده و تمرد نموده و از اوامر و احکام تو تجاوز کرده ایم و به بندگانت انبیایی که به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامی قوم زمین سخن گفتند گوش نگرفته ایم. ای خداوند ما را بیامرز. کاربرد: خواندن کتاب مقدس به رهبران کشورها و قومها کمک خواهد کرد که حقایق خدا را کشف کنند. خواندن کتاب مقدس همچنین به رهبران یاد خواهد داد که چطور دعا کنند. شنونده عزیز، اگر شما یکی از رهبران کشورتان هستید، کتاب مقدس را هر روز بخوانید و هر روز در حضور خدای کتاب مقدس دعا کنید. نکته 9، دعاهای نحمیای والی. نحمیا بیش از 2445 سال قبل زندگی کرد. او یکی از یهودیان تبعیدی بود که در امپراتوری ماد پارس زندگی می کرد. اول، قبل از اینکه مذاکره ای را شروع کنید، دعا کنید. در نحمیا فصل 1 می خوانیم که او چند مصیبت قوم خودش در یهودا را شنید و اینکه تمام حصارهای اورشلیم فرو ریختند. پس نحمیا گناهان، خیانت و نااطاعتی قومش را به خدا اعتراف کرد. او وعده خدا را به او یادآوری کرد که قومش اگر با تمام قلب به سوی خدا بازگردند، او آنها را احیا خواهد کرد. نحمیا دعا کرد که خدا کاری کند که لطف پادشاهی امپراتوری ماد پارس اردشیر نیرومند شامل او شود. وقتی پادشاه از او پرسید که چه درخواستی دارد، او سریع دعا کرد و از خدا کمک خواست و درخواستش را به پادشاه گفت. پادشاه درخواست نحمیا را قبول کرد و حتی به او کمک کرد تا آن را اجرا کند. کاربرد: رهبران کشورها می دانند که مذاکره با رهبران دیگر کشورها بسیار مهم است. پس قبل از اینکه مذاکره خود را شروع کنند، بایستی مانند نحمیا دعا کنند. خدا مقتدر است و می تواند موفقیت در مذاکره را تضمین کند. دوم، وقتی مسخره اتان می کنند و یا به اشتباه متهم می شوید، دعا کنید. در نحمیا فصل 4 او با یک دعای لعنت برای دشمنانش لعنت می طلبد. دشمنانش یهودیان را در ملأ عام و کار بازسازی دیوار اورشلیم را مسخره می کردند. آنها چنین گفتند: اگر شغالی نیز
بر آنچه ایشان بنا می کنند بالا رود، حصار سنگی ایشان را منهدم خواهد ساخت. نحمیا هم دعا کرد و گفت ای خدای ما، بشنو زیرا که خار شده ایم و ملامت ایشان را بر سر ایشان برگردان و ایشان را در زمین اسیری به تاراج تسلیم کن و عصیان ایشان را مستور منما و گناه ایشان را از حضور خود محو مساز، زیرا که خشم تو را پیش روی بنایان به هیجان آوردند. پس یهودیان از دل و جان دیوار را ساختند. بلا فاصله بعد از آن دشمنانشان توطئه کردند که به اورشلیم حمله کنند و مشکل دیگری ایجاد کنند، چون نمی‌خواستند یهودیان موفق شوند. اما نحمیا و یهودیان دوباره دعا کردند و روز و شب محافظانی را قرار دادند تا مواظب تهدید آنها باشند. بعدها باز هم دشمنانشان نقشه کشیدند تا به طرح نحمیا آسیب بزنند. آنها نامه‌ای نوشتند و در آن نحمیا را متهم کردند که می‌خواهد پادشاه یهودا بشود. پاسخ نحمیا به این اتهام کذب آنها این بود که در حضور خدا دعا کند و از خدا بخواهد دستانش را قوت بخشد. کاربرد: همانند نحمیای والی، رهبران همیشه در اثر حسادت دشمنان با مخالفت آنها مواجه می شوند. در چنین وضعیتی، یعنی اتهامات مسخره و کاذب، یک رهبر نباید این تهدیدات را تلافی کند و یا جواب دهد، بلکه بهتر است در حضور خدای زنده دعا کند. خدا همیشه در هر وضعیتی حقیقت را می داند و متوکلان خود را تأیید می کند. تکلیف برای هفته آینده: اول، اگر یکی از رهبران کشورتان هستید یا در یک کارخانه یا در تجارت و یا در کلیسا، چه دعایی برای مردمانتان می کنید؟ دوم، کتابهای دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. تنها و سرگردانی، هیچ کس مونس نداری، دانی که ناتوانی، در یأس و ناامیدی، آغوش باز مسیح تو را پذیرد همین، گر بدهی هر غمی، آغوش باز مسیح تو را پذیرد همین، آغوش باز مسیح تو را پذیرد همین. هیچ کس را رد نکنم، کلام خدا گویم،
هر کس اعتماد کند او را آزاد می سازد. محبت الهی آشکار کرده مسیح در بدن انسانی. محبت الهی آشکار کرده مسیح. محبت الهی آشکار کرده مسیح. خدا تو را میخواند چون که تو را دوست دارد. هر کس او را شنود او را خوشبخت میسازد. به خاطرت بر صلیب جانش بداد آن حبیب. رها نداد از رقیب. به خاطر بر صلیب جانش بداد آن حبیب. به خاطر بر صلیب جانش بداد آن حبیب. امیدواریم این دروس باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 201-638-98-98-98 تکرار می کنم 201-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.